خب تا اینجا گفتیم که باید روی لیسنینگم کار کنیم، شنیدارمون قوی باشه، بتونیم واژه ها رو تفکیک کنیم، درک خوبی داشته باشیم، شنونده خوبی که باشیم، به هر حال درک مناسبی داریم حتما، و اون وقت به بیراهه نمیریم، میدونیم که طرفمون در رابطه با چی داره صحبت میکنه، و وقتی واژه های بیشتری داشته باشیم، دایره واژه هامون بالا باشه، خب میدونیم که چی میگه و وقتی بخوایم صحبت کنیم هم میتونیم ازش استفاده کنیم. اما خب خیلی از دوستان هستن میگن که آراد من میفهمم طرفم چی میگه، منتها نمیتونم به زبون بیارم، نمیدونم چجوری جمله اون بسازم، تو ذهنم هست ولی نمیتونم بسازمش، و اگرم میسازمش همش حالت زبان خودمونو داره، میخوام ترجمه کنم درست در نمیاد. خب اینجا نکته دیگه که حالا نیاز هست بهش، یعنی نکته ای که حالا میخواستم اینجا بهش اشاره کنیم، یعنی یکی دیگه از اون نکته هایی که باقی مونده، گرامر هست. ما نیاز به گرامر زبان انگلیسی داریم تا بتونیم به زبان انگلیسی صحبت کنیم. در واقع این وسایلی که ما داریم مثل واژه و لیستینگ و همه اینها وقتی که خوب باشه مثل یه سری آجره که رو هم سوار نمیشه و باقی نمینه، رو هم بند نمیشه، نیاز به ملات داره که این ملات اینجا همون گرامر هست. گرامر هست که جمله ها رو میسازه، جمله ها رو شکل میده. یعنی واژه، شما واژه از هر زبان از میتونید بلد باشید، ولی اینکه چجور بچینیدشون اهمیت داره، و گرامر زبان خودمون رو نمیتونیم استفاده کنیم برای زبانهای دیگه و با همون ترتیب خودمون میایم صحبت میکنیم، بیایم فقط واژه ها رو جابجا کنیم، و این شدنی نیست. در بعضی جاها میمدار خنددار میشه و بعضی جاها اصلا قابل درک نیست و فهمیدنی نیست. این ترتیب باید به روی گرامرمون کار کنیم، زمانه ها رو بشناسیم و قالب ها رو بشناسیم و جمله ها رو توی قالب مناسب بچینیمشون. خب این تا اینجاش. اما یه سری از دوستان این قضیه رو امتحان کردن، یعنی لیستینگشون خوبه، واژه های زیادی رو هم میدونن، گرامرشون هم عالیه، یعنی مثل یک متخصص میتونن بشن در رابطه با گرامر صحبت کنن که اینجا چرا ما این کار رو میکنیم، وقتی اینجا به این میرسیم اینو نیاز داریم، همه چیز رو روی کاغذ به خوبی میارن، طوری که انگلیسی انگوش به دهان میمونه که این داره در مورد چی حرف میزنه. اما مشکلی که اون دوست داره میگه که آقا من همه اینا رو میدونم، تو امتحان اینجوری هم. سر کلاسمون منم هم که همه تمرین رو حل میکنم، پای بورد منم که نمیدونم این کار رو انجام میدم، توی تمرینایی که استاد میده مثلا چی کار میکنم، چجوری هم. اما سر کلاس ما اون بچه هایی که نمیدونم زبانشون خوب نیست همچین قشنگ حرف میزنن، من میمونم اینا چرا اینجوری هم. یا غلط غلوط حرف میزنن ولی راحت دارن حرف میزنن، هم راحت نو می قسم بخور نو اسپیک تل دیو اولی اسپیک دیو بوین تل رحمان رحمان نو هب رابید یو می قسم بخور یو اسپیک گوین دریا یو تل می نو میش یو تل می می قسم بخور یو قسم بخور نو اسپیک اوکی میشه داستان اون فرد. طرف اصلا زبانش خیلی تو همه ولی راه با اعتماد به نفس حرف میزنه، منی که همه این چیزها رو میدونم مونم توش، چیکار کنم، از نمیتونم درست صحبت کنم. یا مثلا میام یه جایی صحبتم میکنم، روشم دارم صحبت میکنم، بعدش پنج دقیقه فکر میکنم ای من چرا اینجوری گفتم، مگه نباید ای بابا من این همه اینا رو برای بچه‌هام توضیح دادم و خودم وقتی میخوام حرف بزنم ببین میام این ایرادو دارم. شاید برای شما اتفاق میفته این قضیه، اما اگر این وضعیتتون بهتون تبریک میگم، اصلا نگران نباشید، وضعیت خیلی خوبی، توی وضعیت خوبی هستید، الان اومدید بالا، توی یه سر اون نوک حرکتتون قرار گرفتید و به سر و شیبیتون نزدیکید. یعنی دارم اینو بهتون میگم که کمی دیگه کار داره، ادامه بدید و از این قضیه نتیجه میگیرید. خیلی خوبه که وقت گذاشتید، گرامرتون رو قوی کردید، درسته هنوز توی اکتیو شما، توی اون روزانه شما هنوز وارد نشده، ولی شما این داخل پرش کردید. خب چه فایده داره من این همه رو میدونم ولی وقتی نمیتونم حرف بزنم، اتفاقا به دردتون میخوره. خیلی خوبه اون فردی که نمیدونه اینها رو و همینجور پشت سرم غلط غلط حرف میزنه، هیچ وقت نمیتونه این سربالایی رو رد کنه، برسه به اون وضعیتی که از اون داشته هاش استفاده کنه. اینجور بهتون میگم، چوری که برای دوستان که کلاس حضوری باهاشون داشتم براشون توضیح دادم، شما علمتون این بالاست اوکی و عملتون این پایینه. شما وقتی عمل میکنید بگید مثلا 5 دقیقه بعد طول میکشه میفهمید من چرا اینجا گفتم گو، باید میگفتم گوز مثلا،
و این انقدر بگیم طول میکشه تا شما این رو درک کنید. اما شما خیلی وضعیتتون خوبه، چرا که شما یه دونه آموزگار سیار با خودتون دارید. خودتون مثل یک آموزگار میمونید برای خودتون و همینجور میتونید کار خودتون رو زیر ذره بین قرار بدید. شما نیاز نیست که توی کلاسی باشید، اون آموزش هایی که دیدید، اون چیزایی که این داخل ضبط کردید، جمع کردید، به درد شما میخوره و شما رو نیشگون میگیره.